سلام، علیرضا غزالی هستم، از مجموعه آفریدار در خدمت شما هستم با یه قسمت دیگه از آموزش نرم افزار بلنده. توی این جلسه میخوایم با همدیگه این آبجکتی رو که توی جلسه قبل ساختیم آن رپ کنیم و ببریمش داخل نرم افزار ادوب سابستنس 3D پینتر و تکسچر رو بهش بدیم. خب بریم سراغ آموزش. اول از همه حالا من از دوربینم خارج میشم، میام اینجا و شروع میکنم آن رپ کردن. توجه داشته باشید که باید حالا این آبجکت هایی که دارید، اونایی که میخواین متریال چوب داشته باشن رو متریال چوب بهشون اساین کنید. یه دونه نیو متریال اینجا میسازید. حالا من یه دونه بسازم که ببینید چه جوریه. فکر کنم اینو نداشته باشه. یه دونه نیو متریال میسازم، اسمشو میذارم وود 01 و تمام چوب هایی که دارم رو سلکت میکنم و کنترل ال به این اساین میکنم لینک متریال. ببینید الان تمام چوب های من این رنگی شد، مثلا اینم چوبه، کنترل ال لینک متریال، و تمام فلزها رو هم همین کار رو براش انجام میدم. اینا فلز هست، این فلز هست، اینم فلز هست و همینطور اینایی که اینجا هست. این بشکه وسط رو دیسلکت میکنم، اینو سلکت میکنم، یه دونه متریال جدید براش میسازم، قبلی رو پاک میکنم، نیو متریال اسمشو میذارم متال 01 و این رو هم هر چیزی که سلکت هست رو به این کنترل ال و لینک متریال رو میزنم. الان کلا ما دو تا متریال داریم. تمام آبجکت های صحنم رو انتخاب میکنم، میرم روی ادیت مود، به جز این میرم روی ادیت مود، حالا مهم نیست، میام توی این بخش یه دونه از اینا رو سلکت میکنم، وودو سلکت میکنم، هرچی هست، یو اسمارت یو وی پروژکت، یا شما میتونید دستی تمام این لبه های تیز رو بزنید، ولی خب این چون چوب هست و تمام این لبه ها مشخصه، خودش آن رپ خوبی رو به ما میده. و بعد میام این قسمت تمام متال ها رو سلکت میکنم، ببخشید تمام متال ها رو سلکت میکنم، یه Alt N Recalculate Outside رو میزنم، یه دونه حالا همه آبجکت هامو اول Alt Transformش رو اپلای میکنم، اینو دیلیتش کنم من و میام اینجا همه چیز رو اول Ctrl A Alt Transform، میام توی این بخش همه چیز رو سلکت میکنم به جز دوربین و کف تب، و حالا متال هامو سلکت میکنم، اول Alt و N Recalculate Outside، بعد توی این بخش U Smart UV Project رو میزنم. حالا دقت بکنیم که تمام اینا سلکت شده باشه. برای چوب هامم یه بار دیگه همین کار رو میکنم و میام الان روی بخش آن رپ، روی بخش یووی چک میکنم که چیز اضافی توی یووی هام نداشته باشم. من این حالا باز متریال اینو هم سلکت کنم، میبینید که خب خیلی خوب و اوکی هست. فقط یه سری بخش کوچیک اینجا هست، مال این شیر هست، اوکی. برای این حالا فلزام یه مقدار من درجهشو میبرم بالاتر، یعنی یو اسمارتو که میزنم این زاویهشو میکنم 80 و بعد اوکی میزنم، این بهتر شد، اسمارت یو جکت 90 و نه همون 80 خوب بود. حالا بعد از که این کار رو انجام دادم میام روی بخش لیاوتم، آبجکت هامو انتخاب میکنم، تمام آبجکت هایی رو که میخوام، فایل، اکسپورت، FBX،
و اینجا حتما تیک سلکتد آبجکت رو میزنم و به اسمی که میخوام سیوش میکنم. وارد نرم افزار سابستنس هم میشم من، این متریال ها رو پاک کنم. خب اینجا فایل نیو رو میزنم، توی این بخش سلکت رو میزنم و آبجکتم رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه آبجکت رو انتخاب کردم، توی تکسچر ست سیتینگ بیک مش مپ رو میزنم و روی حالا هشگاه، چون تعداد قطعاتمون زیاد هست، روی هشگاه اینو بیک میکنم. ما دو تا متریال داریم ولی تعداد قطعاتمون زیاد هست، برای اینکه کیفیتش نیفته روی هشگاه اینو بیک میکنم. بعد از اینکه بیکم تموم شد، حالا میریم سراغ تکسچر دادن. اول از همه تکسچر متالم رو میدم. برای تکسچر متالم میتونم از این آیرون اولد استفاده کنم و برای چوب هم از وود. میتونید این چوبا رو بندازید روش، ببینید کدومش برای کار شما بهتر هست، ولی خب حالا من از این یکی استفاده میکنم. میبینید یه بافت خوشگلی رو به کار میده. میتونید حالا از مابقی اینها هم استفاده کنید. این یکی رو هم میندازم روش و اینو پاک میکنم. اینو هم میندازم روی کارم. صبر میکنم تا تکسچرام لود شه و بعد اون چیزایی رو که میخوام نگه میدارم و مابقیشو پاک میکنم. توی این بخش این دیرت اند دمیج رو میخوام، میندازمش بیرون. کل تکسچرام پاک میکنم. توی بخش زیریمون اینو میخوام، این اجو میخوام و داست و اینو. این چارتا رو میندازم بیرون. حالا شما میتونید خاموش رو روشن کنید اگر خواستید به سلیقه خودتون کار کنید که اون چیزی رو که میخواین روی کارتون داشته باشید. اون حالا وایتر رو من پاکش میکنم. این اجا رو میبینید که چقدر خط و خش خوشگلی رو هم برای ما اضافه کرد. میرم روی فلزم. روی فلزم هم یه مقدار بیشتر کار میکنم. میتونم تا حتی از فلزای رنگ شده استفاده کنم. میتونم از این استفاده کنم اضافه بر کارم و این حالا سیاهی که هست و نگه دارم و مابقیشو حذف کنم، که حالا من همون متال خودم اوکی راضی هستم از این. حالا میتونم اینو هم مثلا اضافه کنم و اون بخش درتشو نگه دارم و مابقیشو دیلیت کنم. البته درت، آره دیگه درتشم این رو یه زوم کنم، حالا بندازیمش بیرون و اینو دیلیتش کنم. اینو که نمیخوامش من، یعنی اینو میخوام ولی اینو میخوام، اینو نمیخوام، که حالا یه حالت لیک خاکم روی این اضافه کرد. میام روی وودم، یه دونه خودم لایه دستی میسازم. توی این بخش کالرش رو خاموش میکنم. برای نگه داشتن یکیش کافی آلت رو نگه دارم و روش کلیک کنم. حالا من اینو میخوام و این یکی. متالیکم رو میبرم بالا و رادنسش رو میارم پایین به این شکل بشه. حالا میام توی بخش مسک هام و یه دونه سمارت مسکی که روی لبه ها تأثیر بذاره رو به این میدم. ببینید لبه های کارم خیس شد. حالا میتونم این خیسی رو یه مقدار تغییر تو فرمش بدم. ببینید رطوبت داشته باشه یا واقعا خیس باشه. من میگم رطوبت داشته باشه کافیه. ببینید به چه شکل شد. حالا میتونم اینو یه مقدار کالر هم بهش بدم و کالرمو هم تیره کنم و البته روی بیس کالرم
که رنگش این هست. داری تون خودش هم اضافه کن. میتونه به این شکل باشه یا نه اصلا بیس کالر رو نداشته باشه و فقط خیس باشه. حالا این خیسیه رو میام اینجا روی این قسمت، روی این قسمت و یه مقدار بیشترش میکنم. ببینید به چه صورت شد. یه دونه کپی از این لایه هم میگیرم. یکی نه ببخشید روی این روی کروچر یه مقدار گلوبال بالانسش رو میبرم بالاتر. یه دونه کپی از این میگیرم، کنترل سی کنترل وی، خیلی اینو میارم پایین تر و رنگشو میکنم مشکی که میبینید به چه شکل شد. حالا یه خورده برای این که فلزم طبیعی تر بشه میام توی قسمت اسمارت متریال ها و یه دونه متریال فلز بهتر رو انتخاب میکنم بهش میدم. و میتونم هم یه مقدار حالا اینو بیارمش زیر اینها. اینو میتونم خاموش کنم یا نه نمی کنم که یه خورده حالت بیرون اومدگی و اینا رو داشته باشه. توی بخش افکت ها این افکت رو هم میندازم روی سر همش و میزانش رو کم میکنم. نبینید که به چه شکل کارم در اومد و چقدرم حالا طبیعی و خوب شد. خب حالا دیگه هر دیتیل دیگه ای رو بخوام میتونم به این اضافه کنم. مثلا بیام یه دونه پینت براش بردارم و توی این قسمت این پیچا رو انتخاب کنم و روی این شروع کنم به پیچ کردن یا نه مثلا بیام یه بخشیشو خیس کنم یا این تیکه ها رو مثلا جوش اضافه کنم، مثلا یه خط جوش نازک اضافه کنم و اینکه یعنی این تیکه رو جوش دادن به هم دیگه یا حالا هر کار دیگه ای که حالا طبق جلسات قبل نرم افزار سابستنس یاد گرفتید. بعد از اینکه حالا این تغییرات رو اعمال کردم میام توی بخش فایل اکسپورت تکسچر، مسیرم رو مشخص میکنم روی JPEG 8K و اینو اکسپورت میگیرم. وارد نرم افزار بلندر هم میشم و هر کدوم از این تکسچر ست ها رو انتخاب میکنم. میام روی شیدینگ اینو انتخاب میکنم، کنترل شیفت تی رو میزنم، اون تکسچر هایی که مربوط به اسمش هست رو توی مسیرش انتخاب میکنم، اون چند تایی که با هم هست رو و پرنسیپل تکسچر ستاپ رو میزنم و این خودش کامل بس میشه به این. فقط نکته مهمی که داره اینه که باید عدد نودرانگلتون روشن باشه. مرسی که تا اینجای آموزش رو با ما همراه بودید. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید و براتون کارآمد بوده باشه. توی جلسات بعد حتما بیشتر با هم دیگه مدلینگ بلندر رو کار خواهیم کرد. اگر که این آموزش براتون کارآمد بود حتما ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت انگلیسی رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.